بس لبخند و بس درنگ کمک بس درنگ برانگیز شد. کوتاه بله بس برانگیز شد و گرچه مردم روزهای اول با درنگ خودت بله. مشکل داشتن، مشکل ولی داشتن. حالا هر شب منتظر همون درنگ خودت هستن. بله. حتی در خانه وقتی ساعت خبرهای شش میشه، خانواده منتظر وقت وقفه میشه، میگه که درنگ درنگ. مجرد هستین یا متأهل؟ سلام دوستان عزیز، خدا کند که خوب و جور و صحتمند باشید و از تماشای ویدیوهای ما لذت ببرید. ما در مورد سخنان جنجال برانگیز بهرام امان، تحصیلات، سن و سال، خانواده و از کدام ولایت افغانستان است و همچنان ممانعت‌های وظیفه‌ای وی می‌پردازیم. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید، اما فراموش نکنید جهت حمایت از کانال ما ویدیوهای ما را لایک کرده و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. بهرام امان یکی از گوینده های خبری خیلی جوان و موفق تلویزیون طلوع و طلوع نیوز است که خبرهای ساعت 6 و 10 طلوع را خبر رسونی می کند. بهرام امان 23 سال سن دارد و در یک خانواده متوسط در شهر کابل به دنیا آمده است. وی در حاصل از ولایت بدخشان میباشد و در کابل زندگی می کند. فن سخنرانی و گویندگی جای فرا نگرفته، ولی با زحمات و تمرینات خودی توانایی خبررسانی را داشته است. بهرام امان سال سوم پانزده حقوق می باشد و در یکی از پنتونای خصوصی مصروف فرا گرفتن می باشد. در جای مسلکی کار رسانه‌ای را نخواندیم، فقط کار عملی کردیم. بعد از تغییرات و تحولاتی که در افغانستان به وجود آمد، تعداد زیاد ژورنالیست ها و کارمندان رسانه ها از کشور خارج شدند و به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت نمودند. بهرام امان در شرایط سخت به طلوع پیوست و با سخنان تازه و جدید خود باعث رخنه کردن در دلهای مردم شد. آقای امان همیشه در هر وقفه خبری با صدای بلند از کلمه درنگ استفاده می کرد و با چهره خندان صحبت می کرد که این کار باعث واکنش های زیاد مردم شد. لبخند و بس درنگ کمک بس برانگیز شد. بله بس برانگیز شد و بعضی ها با کلمه درنگ مشکل داشتند، چون به گفته آنها این کلمه زشت و خراب است و بعضی ها منتظر وقفه و امان درنگ گفتن آقای امان بودند. این موضوع در خانه همه افغان ها بس برانگیز بوده و شاید شما هم یکی از آن تعداد افراد باشید. به نظر شما دوستای گرامی، آیا استفاده کردن کلمه درنگ زشت و بدی است و یا خیر؟ آیا بهرام امان توسط این کلمه به شهرت رسید و یا خیر؟ لطفا نظریاتتان را در این مورد در کامنت بنویسید و همچنان فراموش نکنید جهت حمایت از کانال ما ویدیوهای ما را لایک کرده و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. تا دیدار بعد، علی پاک نگهدارتان.